بارز سلام خدمت شما بینندگان عزیز ادوین کشیش آبنوس هستم. جلسه 11 از فصل دوم سری برنامه‌های مقایسه لایحه مسیح و اسلامی در استودیو هستیم با دوست خوبم کارشناس برنامه دکتر ساسان توسلی. سلام برادر عزیز. سلام ادوین جان، خیلی ممنونم برای این همکاری. خب موضوع صحبت هفته‌های گذشته در مورد کتاب مقدس و در به خصوص انجیل بود. امروز می‌خوایم در مورد قرآن صحبت کنیم. تمرکز صحبتمون چیه؟ چه تغییری توی این سیر صحبت‌هامون؟ ما البته من تالی یکی دو بار گفتم که اسم برنامه مقایسه الهیات اسلام و مسیحیه، ولی ما صحبتمون تو این سری فصل دوم خیلی الهیاتی نیست، بلکه بیشتر جنبه‌های ابعاد تاریخی و سندی انجیل و قرآن رو میخوام، منابع الهامی دو تا. ولی بیشتر تاکیدمون روی منابع سندی و تاریخی اعتبار تاریخی انجیل و قرآن هست. این پس موضوع خیلی الهیاتی نیست، بلکه بیشتر مسائل تاریخی هستش و سندی. و میخوام حالا وارد، داریم یه مقدار مقایسه میکنیم از قرآن به انجیل، از انجیل به قرآن میخوایم برگردیم. و توی هفته های اول صحبت ما شروع کردیم صحبت رو با موضوع تحریف، و چندین هفته چه از دید قرآن و اسلام نگاه کردیم به موضوع تحریف و هم چه جوابی، چه اعتمادی ما مسیحا میتونیم بکنیم که کتاب مقدس ما، انجیل ما تحریف نشده. اینا رو دیگه گذاشتیم کنار. حالا میخوایم نگاه بکنیم به خود قرآن، چون قرآن هم کتابیه که ادعا میکنه از طرف خدا اومده، و ادعای دوستان مسلمون هم اینه که این کتاب کلمه به کلمه وحی شده، نازل شده از طریق خدا به جبرئیل، از جبرئیل به پیامبر اسلام. پیامبر اینها رو گفتن، یک سری افراد در زمان پیامبر، این سکرتریای پیامبر، این منشیای ایشون اینا رو نوشتن. همه این نوشته ها قشنگ جمع‌آوری شده و این نسخه هاش کپی شده، در سراسر دنیا پخش شده و کلمه ای، حرفی توی این نسخه ها از همدیگه تکون نخوردن. و من میخوام حالا یه اشاره‌ای بکنم، کتابای زیادی رو میخوام تو این قسمت معرفی بکنم، ولی یکی از کتابایی که خیلی محبوبه در دنیای اسلام انگلیسی زبان، کتابی به نام علوم القرآن، یه نویسنده آلمانی مسلمون این کتابو نوشته به نام احمد وان دنفر، خیلی کتاب محبوبی هستش، مقدمه بر علوم قرآن. و ایشون اصلا قرآن رو اینطوری تعریف میکنه که، یعنی همین حرفی که الان من زدم، که قرآن یعنی اینکه کلمه الله که به پیامبر محمد، پیامبر اسلام رسیده از طریق جبرئیل، کلمه به کلمه، معنی کلمه ها دقیق، از طریق افراد متواتر، یعنی شاهدان زیادی، اینها چه از نظر شفاهی، چه از نظر کتبی میگیم، نوشته‌ای دست به دست رسیده و کاملا حفظ شده بدون هیچ تغییری. و خیلی نویسنده های اسلامی این رو ادعا میکنن، که حالا میگم من چند تا مثلا نمونه دارم. یه شخصی به نام معدودی که یکی از متفکرین بزرگ اسلامی قرن پیش بودش، همچین ادعایی رو میکنه، میگه قرآن کتابی که خدا به انسان ها داده، بذار انگلیسیش رو میخونم بعد فارسی تر، exists in its original text، در متن اصلی وجود داره، without a word, syllable, nor even letter having been changed. یک کلمش، یک سیلاب میگیم به فارسی، syllable، یک تیکه قسمت کلمش یا حتی یه حرفش جابجا نشده در کتاب درک اسلام. یعنی در واقع قرآنی که امروز در دست مسلمین هست به اون نسخه اصلی که نوشته شده هیچ تفاوت نوشتاری یا حرفی از طرف خدا به جبرئیل، از طرف جبرئیل به پیامبر اسلام نازل شده، پیامبر به منشیا گفتن، در زمان خود پیامبر قشنگ همه چیز خوب جمع شده و کپی شده و حالا به ما رسیده و هیچ اختلافی، هیچ فرقی، اصلا چی میگی، مولا درزش نمیره. این انقدر محکمه، این اعتبار سندیت و جمع‌آوری قرآن انقدر محکمه، و برخلاف شما مسیحی‌ها و یهودی‌ها که کتاباتون دست خورده و تحریف شده، تو قرآن یک کلمه جابجا نشده، حرفی جابجا نشده. نویسنده مشهور دیگه‌ای، دکتر احمد عبدالله سلامه، میگه که مسلمون‌ها متفق القول هستند که هیچ تغییری در قرآن مجید به وجود نیومده، no alteration was ever made in the holy Quran، و امروزه این متن وجود داره همونطوری که به پیغمبر اسلام این متن وحی شدش. It exists today in the same way as it was revealed to the holy prophet.
آقای جمال، دکتر جمال بدوی، یکی از کسانی که خیلی هم اهل بحث و جدل با مسیحی‌ها، استاد اقتصاد در کانادا هستش، میگه یک حرف از قرآن عوض نشده و خدا وعدش رو انجام داده که قرآن رو حفظ میکنه و یک حرف ازش عوض نشده. و یعنی از این نقل قولا زیاده، از این نقل قولا زیاده. پس میخوایم نگاه بکنیم که دوستان مسلمان که همچین ادعاهایی رو درباره قرآن میکنن، میگم حالا اتهامی که به مسیحی‌ها میزنن درباره تحریف انجیل، اونو چند هفته روش بحث کردیم، پاسخ دادیم. حالا بریم ببینیم که ادعایی که خود دوستان مسلمان درباره قرآن میکنن آیا فقط این ادعاهاست، این ادعاست، اینا حرفای کلیشه‌ایه، یا آیا وقتی ما به خود منابع اسلامی نگاه میکنیم، به خود منابع تاریخی و روایت‌هایی که در اسلام وجود داره نگاه میکنیم، آیا همچین ادعاهایی رو میشه از این منابع اسلامی تایید کرد یا نه؟ من میخوام یه پرانتز اینجا باز کنم. امروز صبح قبل از اینکه بنده بیام استودیو، یه ایمیل دریافت کردم و یه دوست عزیزی، برنامه‌های پژوهشی در قرآن من که توی اینترنت هست، توی یوتیوب هست، ایشون مقدارشو تماشا کرده و خیلی به من انتقاد کرده بود که آقا شما چرا حمله می‌کنید به اسلام، چرا از مسیحیت خود تعریف نمی‌کنید، چرا حمله می‌کنید، چرا می‌خوای ضایع کنید دین کسی دیگه رو. من بارها گفتم توی این برنامه‌ها عزیزان، صحبت ما حمله کردن به اسلام نیست، صحبت بنده اینجا توهین به قرآن نیست. ما داریم نگاه میکنیم که چه شواهد و منابع تاریخی در خود اسلام وجود داره که میتونه خیلی سوال برانگیز باشه برای ادعاهای دوستان مسلمان. یعنی من هنوز واسم، به نظر من اینقدر تو جامعه اسلامی با دید بسته به این حرفا قرن به قرن گوش کردیم، اینقدر این چشم و گوش ها بسته است که آقا اصلا کلمه جا به جا نشده، کسی هم حرف دیگه ای بزنه داره توهین میکنه، داره حمله میکنه، که من میخوام این واسه عزیزان خیلی جا بیفته که صحبت ما صحبت بنده، البته درسته بنده دارم نقد میکنم ادعای اسلام رو، بنده یک مسیحی هستم که نمیتونم قبول کنم که پیامبر اسلام از طرف خدا آخرین پیامبر برای بشریت و قرآن کلام خداست بعد از انجیل، مسلمه. اگه قبول میکردم که مسلمون بودم، مثل میلیاردها مسیحی و ادیان دیگه اگه قبول میکردن ادعای اسلام رو که مسلمون میشدن. پس مسلمه ما قبول نداریم این ادعاها رو، ولی قبول نداشتن، اختلاف داشتن و سوال و انتقاد مطرح کردن حمله و توهین نباید حساب بشه. و تا زمانی که اینقدر احساسات جامعه اسلامی ظرفیت کم ظرفیت از انتقاد شنیدن، از سوال مطرح کردن، از با واقعیت ها و روبرو شدن بدون کلیشه، نمیتونه زیاد این دیالوگ جلو بره. به هر حال اسناد و مدارک اینجا مطرح میشه، منابع تاریخی مطرح میشه و فکر میکنم دوستان مسلمانان به خاطر اینکه بدونن به خاطر چی و به چی ایمان دارن، باید یه پاسخی حداقل برای خودشون داشته باشن. حالا بماند برای جامعه غرب و کسای دیگه که دارن از بیرون اسلام و قرآن رو مورد بررسی قرار میدن، حداقل ما خودمون بدونیم به چه چیزی باور داریم، چرا بهش باور داریم، آیا اسناد و مدارک تاریخی هست که به اون حقایق استناد بکنیم. دقیقاً. پس حالا میخوام نگاه بکنیم به یک سری منابع اسلامی درباره این که خیلی خوب داستان خود قرآن از جمع شدنش چی هست، داستان بخش خود اسلام، داستانی که در روایت‌های در اسلام درباره جمع شدن قرآن، کپی‌های قرآن چی هست، و می‌خوایم نگاه بکنیم به منابع اسلامی. خب من برای این قسمت برنامه، ادوین جان، اینجا کتاب‌های مختلف زیاد هستش، نمیخوام عزیزان گیج بشن، میخوام فقط به یه مقاله با صحبت رو با یه مقاله شروع بکنم، ولی فقط برای عزیزان گفته باشم که تقریبا به نظر من، حالا این حرف من شاید دارم یه ادعای میکنم که شاید درست نباشه، دقیق بذار از الان بگم، ولی به نظر من تا اونجایی که من تحقیق کردم، قدیمی ترین منبع درباره جمع‌آوری قرآن صحیح بخاری هست. البته بزنید یه پرانتز دوباره باز کنم برای عزیزان. در دنیای غرب و در اکثر دنیا، جامعه اسلامی، اکثریت جامعه اسلامی مسلمان‌های سنی هستند. یعنی شیعه ها بین 10-15% کل جمعیت اسلام شیعه هستش. خب حالا ما تو ایران هستیم و فکر میکنیم که تمام دنیای اسلام مثل اون اسلامیه که ما داریم در ایران، و این واقعیت نداره. شیعه یک چیز اقلیت، البته درباره شیعه هم بنده صحبت خواهم کرد، ولی در دنیای اسلام سنی که اکثریت 85-90% دنیای اسلام هست، مسلمان های سنی بعد از قرآن
احادیث بخاری براشون بالاترین مرجع درباره احادیث پیامبر اسلامه. شیعه ها هم روایت ها و احادیث خودشونو دارن از پیامبر و از امام های شیعه، ولی برای اهل تسنن بعد از قرآن 6 تا جمع کننده حدیث براشون خیلی مهمه، ولی توی اون بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داوود، ولی توی این 6 تا جمع کننده احادیث بالاترین مرجع صحیح بخاری هست. و به نظر حالا چیزی که این حرفا کاملا درسته دارم میگم، ولی به نظر من تا اونجایی که من مطالعه کردم و میدونم شیعه ها هیچ منبع قدیمی تری از بخاری ندارن درباره احادیث پیغمبر و گفته های پیغمبر و جمع آوری قرآن. حالا درسته که عزیزان شیعه ادعا میکنن که ما این همه چیز درباره حضرت علی میدونیم و امامان میدونیم، ولی منابعی که درباره حضرت علی ما داریم منابع مال چند صد سال بعد حضرت علی هست. این قدیمی ترین منبع روایات. آره، یعنی بذار من اینو این صحبت رو بیشتر خواهم کرد، ولی میخوام یه پرانتز اینجا باز کنم چون خیلی از این حرفا آگاهی ندارن. ما طوری مثلا درباره حضرت علی و حضرت محمد صحبت میکنیم که انگار مثلا ویدیو تیپ هاشون توی مثلا یه مسجدی هستش. ولی حتی کتاب نهج البلاغه کتابیه که جمع آوری موعظه های حضرت علی 400 سال بعد از زمان خود حضرت علی جمع آوری شده. پس تو یک همچین فاصله های تاریخی وجود داره. از حالا یک کتابی که 400 سال بعد جمع آوری شده ربط میده به 400 سال گذشته، موعظه های حضرت علی، نامه های ایشون، ولی ما هیچ منبعی نداریم که حالا واقعا سندیت این ادعاها چی هستش. پس دوستان ایرانی شاید بگن که نه آقا، ما روایت های خیلی نزدیکتری به جمع آوری قرآن و زندگی پیامبر داریم، ولی من میگم منابعی که تو اون روایت ها هست منابعی که قدیمی تر از منبع بخاری نیستن. این برمیگرده به چه سالی؟ این برمیگرده تقریبا به 2 قرن بعد از پیامبر اسلام. یعنی وقتی من یه ادعای کردم چند جلسه پیش که ما قدیمی ترین منبعی که درباره پیامبر اسلام داریم بیوگرافی پیامبر اسلام که من توی یه سری برنامه‌ها نشون داده بودم، با خودم نیاوردم استودیو چون درباره پیامبر اسلام نمی‌خوایم صحبت کنیم، ولی قدیمی ترین منبعی که درباره پیامبر اسلام داریم سیرت رسول الله ابن اسحاق که برمیگرده به قرن 2 هجری، یعنی یه فاصله 125 ساله از زمان فوت پیامبر. کتاب سیرت رسول الله ابن اسحاق وجود نداره، نابود شده، هیچ چیزی هم ازش نیست، ولی بعد یک نسل بعد در اواخر قرن 2 ابن هشام خودش ادعا میکنه که من کتاب ابن اسحاق رو گرفتم، ویرایش کردم، یه حرفای زشت و مسخرش رو پاک کردم و این رو حالا من ارائه میدم درباره زندگی پیامبر. پس که حتی خیلی محققین بهش میگن سیرت رسول الله ابن هشام نه ابن اسحاق، چون نوشته ای که ما داریم مال ابن هشام هست و اونم دوباره برمیگرده به تقریبا 2 قرن بعد از زندگی پیامبر. پس هر اطلاعی که من دوباره دارم میگم، من فکر نمی کنم دوستان شیعه منبعی قدیمی تر از زندگی پیامبر داشته باشن قدیمی تر از ابن هشام. میگم ادعا هستش که امامان شیعه اینو گفتن درباره پیامبر، ولی منابعش چقدر قدیمیه این به نظر من بعد از منابع سنی هستش توی این زمینه. حالا اینو پرانتز رو میخوام ببندم چون مفهوممو دارم میرسونم. بله بله، مشخص. پس میخوام بگم که یک فاصله 1.5 تا 2 قرن وجود داره بین هر چیزی که ما فکر میکنیم پیامبر اسلام گفته و پیامبر اسلام انجام داده. پس اطلاعاتی که ما داریم که این قرآن چطوری کپی شده و منشیاش و جنگ ها و نسخه ها و اینا مال 2 قرن بعد از این داستانه. پس واسه همینه که من میگم اناجیلی که ما داریم برمیگرده به 30 سال، 50 سال، 60 سال بعد از مسیح، ولی چیزی ما درباره پیامبر اسلام تو 100 سال اول نداریم و تقریبا میتونم بگم تا 200 سال چیزی نداریم. حالا منبع داستان جمع‌آوری قرآن، پس یکی از قدیمی ترین منابعش، منابع دیگه هم خیلی زیاد هست، ولی یکی از قدیمی ترین معتبرترین منابعش صحیح بخاری هستش. حالا چون صحیح و این 9 جلد من تو جلد 6مش رو آوردم با خودم، چون داستان جمع‌القرآن تو جلد 6م صحیح بخاری هستش، اینجا من همیشه کاغذامو، ولی چون متنی که بنده اینجا جلوم دارن یه ستونش عربیه یه ستونش انگلیسیه، نمیخوام وقت بگیرم انگلیسی بخونم ترجمه کنم، میخوام از یه سری منابع فارسی بخونم داستان رو. یه کتابی هم که ادوین
من اینو توی کتابخونم داشتم، زیادم نگاش نکردم ولی یه مقدار نگاش کردم. طبق معمول کتاب ایرانی که یک عالم سانسوری حرف میزنه، یک عالم با منابع کریتیکال نقدی کار نمیکنه، ولی بالاخره این یکی از به نظر من تازه آکادمیک ترین کتابهایی که من تونستم در ایران پیدا بکنم توی سفرهای گذشتم، تاریخ قرآن کریم هست. تاریخ قرآن کریم دکتر سید محمد باقر حجتی. ایشون خب یه ایرانی شیعه هستن و از دیدگاه شیعه دارن خیلی صحبت‌ها رو مطرح می‌کنن. این می‌خوام به این کتابا اشاره خواهم کرد، ولی از مقاله‌ای که می‌خوام امروز و تو این جلسه و جلسه آینده شروع بکنیم به صحبت کردن، مقاله‌ایه که متفکر شیعه به نام حسین مدرسی این مقاله رو نوشته و مقاله‌ایه که در نشریه هفت آسمان چاپ شده. هفت آسمان نشریه‌ای که در قم چاپ میشه، سازمان تحقیقات و اطلاعات اسلامی، ببخشید مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، هفت آسمان، سال سوم، شماره 11، پاییز 1380، که توی اینترنت هم اینا دسترسی هست. وبسایت adyan.org به نظرم ها، الان وبسایتش خاطرم نیست ولی دوستان میتونن به صورت مستقیم مقالات هفت آسمان دسترسی آره. داشته باشن. آره، و این مقاله ای هستش، بررسی ستیزه های دیرین درباره تحریف قرآن. تیتر مقالش اینه، بررسی ستیزه های دیرین درباره تحریف قرآن. اینو عزیزان، بنده مسیحی ننوشتم، برای حمله به اسلام ننوشتم، یک متفکر اسلامی این مقاله رو نوشته توی قم و توی قم هم چاپ شده. یعنی میخوام بگم که عزیزانی که هی به من گیر میدن آقا حمله نکن، توهین نکن، اصلا صحبت نه توهین نه حمله است، صحبت اینه که خارج از تعصب، خارج از احساسات، خارج از کلیشه تحقیق کنیم که عزیزان اگرم میخواهید به اسلام وفادار بمونید اقلا با علم و تحقیق و معلومات باشه، نه از طرف تعصب و کلیشه و احساسات. این حرف لپ کلام بنده هستش. خب حالا اصل مقاله ادوین جان، اصل مقاله سید حسین، ببخشید حسین مدرسی، بنده ایشون رو نمیشناسم از نزدیک ولی شنیدم که ایشون هم معلوماتش و تحصیلاتش رو در قم تموم کردن و هم در دانشگاه آکسفورد ایشون دکترا دارن و سالهاست که ایشون در دانشگاه پرینستون آمریکا درس میدن. هنوز نمیدونم حالا ایشون بازنشسته شده تو این سالهای اخیر یا نه، ولی یه همچین زمینه ای آقای حسین مدرسی داره. و مقالش اصلش، البته اصل انگلیسیش هم من اینجا دارم، تیترش هم همین Early Debates on the Integrity of the Quran، و مقاله بسیار آکادمیک و علمی. البته به نظر من حالا یه جاهاش هم من نقد خواهم کرد. البته اینم بگم که طبق متاسفانه انگار این مسئله خیلی رایجه که ترجمه ها هم خیلی وقتا یا اشتباه میشه به فارسی یا سانسوری ترجمه میشه، و خود آقای مدرسی هم یه نامه نوشت توی جلد بعد این هفت آسمان که آقا اشتباه یه چیزایی رو شما ترجمه کردید و این حرفا. حالا بریم سر اصل مطلب. اینا همه مقدمه بود که ما بریم سر اصل مطلب. آقای مدرسی، لپ کلام رو بذار من اول بگم، ما خیلی به لپا کار داریم آقای اتفین. عزیزان نمیخوام گیج بشن که آقا تو چی داری میگی. آقای مدرسی این مقاله، تز مقالش چیه؟ تز مقاله اینه که یه عمریه که متفکرین سنی تهمت میزنن، انتقاد میکنن، حمله میکنن به متفکرین شیعه که شیعه ها ادعا دارن که قرآن دست خورده توش. شیعه ها ادعا میکنن که یک عالم اشاره به حضرت علی و خاندان علی توی قرآن بوده که تو از قرآن اینا حذف شده. خب بله، حالا آقای مدرسی مقاله رو نوشته که جواب بده به سنی ها که نه خیر، این روایت هایی که قرآن کاملا جمع‌آوری نشده و یه جاهایش نقص داره، این روایت ها برمیگرده به روایت های خود سنی ها، اینا حرفای شیعه ها نبوده، اینا حرفای خود سنی ها بوده. این لپ کلام این مقاله است که میگه که این نظر عمده شیعه نبوده، اقلیتی در شیعه این حرفا رو زدن ولی خود این روایت ها برمیگرده به جامعه اهل تسنن. این لپ کلام این مقاله است که مقاله خیلی هم با تحقیقی هستش. حالا بریم سر اصل مطلب.
ایشون خودش میگه در این مقاله کوتاه میکوشیم تا خاستگاه‌های مجادلات سنی شیعه را درباره عدم زیادت و نقصان قرآن تبیین کنیم. یه مقدارم بنده فارسیم ضعیفه، ایشون هم یه مقدار کلماش قلمبه سلمبه است، ولی ایشون اول شروع میکنه که شواهدی در خود قرآن و حدیث وجود داره که نشان میده پیامبر متن مکتوبی را به فارسی ساده خودم بگم، ایشون اول با این داستان شروع میکنه که روایت هایی هست که در زمان خود پیامبر، پیامبر قرآن رو جمع کرده، پیامبر قرآن رو قسمت های مختلفش رو میخون، هر سال جبرئیل میومد مرور میکرد با پیامبر این قسمت ها رو، و قبل از فوتشون هم پیامبر اون سالی که فوت کردن دو بار جبرئیل اومد با پیامبر این رو مرور کرد، همه چیز با نظم و ترتیب 114 سوره توش گذاشته شد و پیامبرم به زودی بعد از اون فوت کرد و خیلی صاف و پوسکنده همه چیز انجام شد زمان پیامبر. این با این قسمت شروع میکنه آقای مدرسی. حالا بعد ایشون ادامه میده، روایات سنی که 85 تا 90 درصد جامعه اسلامی دنیا هست، روایات سنی درباره جمع‌آوری قرآن با آنچه پیشتر آمد کاملا متفاوت است، یعنی روایت هایی که پیغمبر خودش همه رو جمع کرد زمان خودش. حالا البته ایشون به نظرم اشتباه میکنه، توی روایت های سنی هم این داستان ها هست، توی خود صحیح بخاری همین داستان هست که پیغمبر خودش مرور میکرد قرآن رو، خودش قشنگ ناظر بوده برای جمع‌آوری قرآن، قبل از فوتش هم دو بار جبرئیل میاد نظارت میکنه. این توی سنی هم هست، نه اینکه نیست، ولی انقدر روایت ها در اسلام زیاده و تناقض ها بین روایت ها زیاده که شما برای هر تزی میتونی یه روایت و حدیث در بیاری. خود آقای مدرسی هم اینو اشاره زیاد میکنه. این روایت در سنی ها هم هست که زمان خود پیامبر همه قرآن جمع شده، ولی روایت های دیگه هست که خیلی تناقض داره با این ادعا و میخوایم وارد اون روایت ها بشیم که الان ایشون شروع میکنه. میخوام از مقاله ایشون بخونم. این روایات مدعی است که قرآن تا پس از زمان وفات پیامبر در سال 11 هجری در یک مجلد تدوین نشده بود، توی یک کتاب نیامده بود، این آیات قرآن جمع‌آوری نشده بود. کاتبان وحی پس از آنکه پیامبر آیات قرآن را در می‌یافت و بر آن قرائت می‌کرد به سرعت می‌نوشتند، بعض وقتا هم حفظ می‌کردند و فلان و این حرفا. ولی دو سال بعد از وفات پیامبر مسلمانان در نبردهای خونین با جامعه رقیب یمامه در صحرای عربی درگیر بودند. داستان چیه؟ یه نفر بلند میشه بعد از فوت پیامبر ادعای پیامبری میکنه، ابوبکر حمله میکنه به اونا که اجازه نده کسی بخواد ادعای پیامبری بعد از پیامبر اسلام بکنه. توی این جنگ بسیاری از حافظان یا قاریان قرآن، کسانی که قرآن را حفظ کردن و قرائت میکردن، زندگیشان را در این زمان از دست دادند. پس توی جنگ و یه سری سربازای مسلمان که مثلا گفته میشه حافظان قرآن بودن، توی این جنگ کشته میشن. بیم آن پیش آمده بود که بخش عمده از قرآن به دلیل وفات بسیاری از حافظان قرآن از دست برود، و که آقا ما اگر بیایم قرآن رو جمع کنیم، پس بنویسیم، کلک کنیم، چون اگر این کارو نکنیم کسانی که قرآن حفظ کردن در زمان پیامبر دارن از صحنه تاریخ میرن. ابوبکر به عمر و زید ابن ثابت، کاتب جوان وحی در زمان پیامبر، دستور داد تا در مسجد مدینه بشینند و هر آیه یا بخشی از وحی را که دست کم دو گواه شهادت دادند که آن را از پیامبر شنیده اند بنویسند. و این پس آقا یه نفر رو مأمور میکنن که زید تو این کار رو بکن و قرآن رو جمع آوری کن. که حالا خود زید داستانش، وقت ما خیلی داره ادوین جان، چرا اینقدر ساعت ما زود اینجا داره میره؟ مطلب زیاده. خود زید ابن ثابت برمیگرده میگه که اگر از من خواسته بودن کوهی رو جا به جا بکنم، برام ساده تر بود تا بخوام من قرآن رو جمع‌آوری بکنم. کاری که پیامبر نکرده بود از من درخواست کرد. همین. پس اگر خود پیامبر جمع‌آوری کرده بود که اصلا چه دلیل داره شما دوباره جمع بشید قرآن جمع بکنید؟ و اگر این کار تا حالا خود پیامبر نکرده بود، این کار اینقدر، یعنی خود روایت اسلامی داره ادعا میکنه که این کار زمان پیامبر نشده و کار خیلی سختی بود و کار خیلی و قدم تازه‌ای هم هست این کار. خود روایت های اسلامی این رو میگه. حالا همه اجزا به این شکل تدوین شد و بر روی اوراق کاغذی یا پوست آهو ثبت گردید. بذار من این رو باید پیدا بکنم، این رو از کتاب تاریخ قرآن کریم میخوام نقل قولی بکنم.
ببخشید ادوین جان من اینا رو چیز نکردم. خودت صحبتی داری میخوای اینجا بکنی؟ نه میخواستم در مورد همین زید ابن ثابت صحبت بکنم که اشاره کردی که دو تا شاهد و گواهی باید باشه، ولی بعد توی صحبت‌های خودش که بعدم بهش خواهد رسید خودش این دو تا شاهد رو حتی برای سوره توبه و اینها رو آخر سوره توبه فقط با یه شاهد آیات آخرش رو جمع میکنه، ولی فصل 16 جمع و نگارش قرآن همزمان با خلافت ابوبکر، البته ایشون فصل 15 میگه اول علی جمع کرد قرآن رو و بعد حالا ابوبکر، دیگه وارد بحث شیعه و سنی نمیخوایم بشیم. عمر نزد من اومد و به من گزارش کرد که آقا افراد دارن میمیرن تو جنگ، بجنبیم قرآن رو با هم جمع کنیم. عمر گفت سوگند به خدا این عمل کار نیکیست. به زید ابن ثابت رفتن و بالاخره با مصلحت اندیشی عمر هم عقیده شدم و رأی او را ستودم و قبول کردم که قرآن رو بیاییم با هم جمع بکنیم. زید ابن ثابت گفتش که اگر به من تکلیف میکردن که یکی از کوها را از جای برکنم، برای من سنگیتر و فرساینده تر از آن نبود که مرا به جمع‌آوری قرآن مأمور ساختند. چگونه به کاری آغاز کنم که پیامبر خدا آن را انجام نداد؟ این توی صحیح بخاری هستش. خب ابوبکر نیز در آغاز کردن به این کار اصرار میوزید، پیوسته به من مراجعه میکرد تا آنکه به انجام آن راضی گشتم و به تتبع به نظرم و جستجوی قرآن برآمدم. حالا نگاه کن، و قرآن را از روی نوشته های روی شاخه های خرما و قطعات سنگ سپید ظریف و نیز با استمداد از سینه ها و حافظه مردم فراهم آوردم تا آنگاه که سوره توبه یا پایان سوره توبه به یه آیه رسیدم که فقط با یک شاهد ما این رو با هم جمع کردیم. پس تاریخچه وقتمون داره تموم میشه. خود نویسنده میگه که از تاریخچه فوق به این نتیجه میرسیم که ابوبکر مانند خود زید بن ثابت و اکثر صحابه رسول خدا در انجام به جمع‌آوری قرآن جرأت کافی نداشت و یعنی این ادعاها خودشون مشکل سازه برای ادعایی که خود زمان پیامبر اینا با هم جمع‌آوری میشه. ولی ببینیم که وقتی هم که زید بن ثابت که میخواد جمع‌آوری کنه نمیگه که خب رفتم از خاندان پیامبر بپرسم کپی پیامبر کجاست ما بیاریم. میگه چطوری رفتم جمع‌آوری کردم، از چه منابع جمع‌آوری کردم؟ از روی نوشته های روی شاخه های خرما، کاغذ و کتابی که نبوده با. روی شاخه های خرما، قطعات سنگ سپید ظریف، استنداد از سینه و حافظه مردم. حالا تو جلسه بعد میخوایم ببینیم که آیا تو این جمع‌آوری زید بن ثابت موفق از آب در اومد یا نه میومد و بعد صحبت رو ادامه بدیم. نکته خیلی جالب با ما باشید دوستان عزیز، هفته آینده بیشتر به جمع‌آوری نسخه های قرآن خواهیم پرداخت.